صعود و سقوط قسمت هشتم. خوشحال و خندان و رقصان در کنار جاده راه می رفتیم، حرف می زدیم، برای آینده نقشه می کشیدیم. نمی دانم چه مدت راه رفتیم تا یک سواری جلوی من توقف کرد و ما را به سر خیابانمون رساند. پول هم نگرفت و گفت نمی خواستم این موقع شب پیاده کنار جاده راه بروید. چقدر آدم های خوب توی این دنیا پیدا می شوند. به خانه رسیدیم. آرام در حیاط و اتاق را باز کردیم و رفتیم خوابیدیم. نزدیک بود باز با لباس بخوابیم که به خودمان آمدیم و کت و شلوار و پیراهنمان را آویزان کردیم و خوابیدیم. فکر می کردم مثل شب گذشته فوراً خوابم می برد. اما نه، چهره زیبای دختره آمد جلوی چشمم. صدای خورخور حیدر بلند شد ولی من نمی دانم کی خوابم رفت. صبح حیدر صدایم زد. بلند شد داداش، باید بریم مغازه رو باز کنیم. او خیلی ذوق باز کردن مغازه را داشت. برخواستم. چشمم به کاسه خالی آش افتاد. ای وای، قرار بود یک چیزی بخرم بذارم توی کاسه. امشب حتما میخرم. صبحانه مختصری خوردیم و داشتیم از خانه بیرون میرفتیم که دختره را دیدم. کنار حیاط روی یک سنگ نشسته بود و چادری روی سرش بود. مشخص بود که بد جوری توی فکر است. به حیدر گفتم تو برو، من الان میایم. حیدر که از در بیرون رفت به طرفش رفتم. گفتم دختره به این خوشگلی چرا اینجا نشسته؟ هوا سرد شده، سرما میخوری؟ گفت به جهنم. پرسیدم اسمت چیه؟ فاتی. ای فاتی خانوم، بلند شو برو خانه، حیف تو سرما بخوری. گفت زن بابام رام نمیده. گفتم مگه چی کار کردی؟ هیچی، میگه از تو خوشم نمیاد. ای خیلی بد سلیقه است. میخوای برم پیشش بگم اگه اینجا بشینی سرما میخوری مریض میشی؟ گفت نه، تا خودش نگه نباید برم. و صدای زن باباش را شنیدم که به ترکی گفت فاتی، فاتی بیا تو، خبر مرگت. و او برخاست و رفت داخل اتاقشون. هنگام رفتن نگاهی به من کرد که دلم را آتش زد. حیدر منتظرم بود، باید میرفتم. در دلم گفتم میدونم فاتی عزیزم، تو هم درد منی، از دست این زن بابا نجاتت میدم. بدو رفتم سر خیابون. جلوی سواری های شهریار را گرفتیم، یکی ایستاد سوار شدیم و یک راست به شهریار رفتیم. در راه از راننده پرسیدم وسایل چوبی را از کجا میشه خرید. گفت چه وسایلی؟ گفتم میز و صندلی. گفت عروسی دارید؟ گفتم نه بابا، میخوایم یه مغازه باز کنیم. گفت آهان، مبارک باشه، سر راه هست، پیادت میکنم. به شهریار رسیده بودیم. قبل از رسیدن به ایستگاه سواری ها ایستاد و گفت اینجا تو اون خیابون 8 متری چند تا مغازه هست، هر چی بخواین اونجا پیدا میکنید. کرایه اش را دادم و دعایش کردم. پیاده شدیم و به سمت مغازه ها رفتیم. به حیدر سپرده بودم ما میخواهیم اینجا زندگی کنیم، یک وقت جیب کسی را نزنی، اگر هم کاری بکنیم باید بزرگ باشد که توی آژانس میتوانیم، فعلا آبروداری کن. و او هم چشم گفت. به چند مغازه سر کشیدم و سرانجام یک میز که میشد بگی میز کار اما چند کشوی بزرگ داشت و جادار بود با 6 تا صندلی خریدیم. خود مغازه دار وانت بار آشنا داشت. آنها را بار زد و گفتم حیدر تو با وانت برو، من کار دارم. پرسجو کردم و اتحادیه آژانس های مسکن شهریار را پیدا کردم. وارد شدم و خودم را معرفی کردم. یک گواهی سابقه آژانس از حاجی در قوم داشتم، نشان دادم و بالاخره توانستم یک مجوز موقت بگیرم تا 2 ماه دیگر.
بعد از تحقیقات لازم مجوز دائمی بدهند. یک دفتر فرمدار هم برای معامله گرفتم. میبایست یک مهر هم سفارش میدادم. خوبی شهرهای کوچک این است که همه آنچه که نیاز داریم در یک محوطه جمع است. وقتی پرسیدند اسم آژانس چیه، بی اختیار گفتم فاتی. کارمند آنجا نگاهی به من کرد و گفت آقا فاتی که اسم آژانس نمیشه. یک مرتبه به فکرم رسید، گفتم اطلس، و او نوشت متقاضی مجوز آژانس معاملات ملکی اطلس، واقع در آدرس، و آدرس را نوشت. از آنجا بیرون آمدم و مهر را به نام همان آژانس مسکن اطلس سفارش دادم. به 2 بعد از ظهر رسیده بودیم. از 2 ساعتی به جان رسیده بودم. از بس که از مردم ساعت پرسیده بودم خسته شدم. یا برای دیدن ساعت به مغازه ها و بانک ها سر می کشیدم. یاد بانک افتادم. 2-3 تا بانک در مرکز شهر بود. پریدم توی بانک صادرات. گفتم وقت تمام شده. گفتم تو را به خدا، من پولم را دارم به دوش می کشم. قبل از اینکه از دست بدم یک حساب برایم باز کنید، و به دستور رئیس بانک یک فرم جلوی من گذاشتند و شناسنامه ام را خواستند. سریع فرم را پر کردم، کلی دعایشان کردم. پولها را که شمرده و دست دسته کرده بودم روی یک کاغذ مقدار آن را جداگانه نوشته و روی هر دسته گذاشته بودم. از آستر کتم بیرون می کشیدم. رئیس و کارمند بانک از کار من خندهشان گرفته. گفتم چاره نداشتم. سال هاست که هر چه کار می کنم اینجا پس انداز می کنم. رئیس بانک گفت چرا زودتر به بانک ندادید؟ گفتم چون نمی دانستم کجا باید زندگی کنم. و او راه نمایی هایی کرد که از بس فکرم مغشوش بود دیگر چیزی نفهمیدم. فقط دفترچه بانک و شناسنامه ام را گرفتم و با خیال راحت در جیبم گذاشتم و از بانک خارج شدم. از یک فروشگاه هم 1 ساعت زنگدار خریدم 20 تومان. گرسنه بودم. داشتم از گرسنگی از حال می رفتم. وارد یک ساندویچی شدم و نگاهی به لیست ساندویچ ها و قیمت آنها کردم. می بایست صرف جویی می کردم. خرج زیاد بود. 2 تا ساندویچ کالباس خریدم و به راه افتادم. به ایستگاه سواری ها رفتم و سر خیابان شهرک پیاده شدم. در مغازه باز بود و جلویش آب و جارو شده و تر و تمیز بود. وارد شدم. حیدر کف را مثل گل تمیز کرده بود و میز را بالای مغازه گذاشته بود و 1 صندلی پشت آن، و بقیه صندلی ها را 2 طرف دیوار چیده بود. تا مرا دید گفت داداش صندلی کم خریدیم. گفتم نهار خوردی؟ گفت نه. ساندویچ را از داخل کیسه پلاستیکی در آوردم و به حیدر گفتم بیا نهار بخور. او نگاهی کرد و گفت این که توی گلومون میمونه، صبر کن الان میام. دوید و به آن طرف جاده رفت و با 2 تا شیشه کوچک کوکا برگشت. نهار خوردیم. آنقدر این مغازه به دلمان چسبیده بود که دوست نداشتیم از آنجا بیرون برویم. برایش تعریف کردم که چه کارها کردم. ساعت را در کنار میز گذاشتم. حیدر خندید و گفت داداش این ساعتها که مال خونه است، برای اینجا باید ساعت دیواری بخریم. گفتم باشد میخریم. از بس دنبال ساعت گشتم خسته شدم. دلم میخواد این ساعت رو دست بگیرم و همه جا با خودم ببرم. خب حالا باید روی شیشه بنویسیم. و ساکت شدم. حیدر گفت چی بنویسیم؟ گفتم بنویسیم آژانس حیدر. گفت نه بنویسیم آژانس حبیب. گفتم راستش اسمش را گذاشتم آژانس اطلس. گفت اینو از کجا آوردی؟ خیلی قشنگه. گفتم خودم هم نمیدونم، یک دفعه به فکرم رسید. حیدر گفت
کی بنویسه که خوشخط باشه. پیدا میکنیم تا حالا که خدا با ما بوده، حالا پاشو بریم اگر هوا تاریک بشه مثل دیشب میشه. ماشین پیدا کردن سخت میشه، به راه افتادیم، ماشین گرفتیم و به خانه رفتیم. حیدر چای دم کرد و گفت داداش ما چند سال است با هم فرار کردیم، با هم سختی کشیدیم، با هم کار کردیم و هر چه داشتیم در دل هر دویمان بود. حالا تو داری یک چیزی را از من پنهان میکنی. خواهش میکنم به من بگو موضوع چیست که میتونیم توی مغازه بخوابیم؟ چرا هر شب کرایه میدیم میاییم اینجا؟ اگر همونجا بخوابیم که کارهامون زودتر انجام میشه. گفتم آخه هر چیزی رو نمیشه گفت. از کی تا حالا من غریبه شدم؟ گفتم برادر آخر بهت چی بگم؟ گفت هر چی تو دلته بگو، بریز بیرون. خواهش میکنم بگو، شاید من بتوانم کاری برایت بکنم. گفتم آخه چی بگم داداش، من عاشق شدم. منی که این زندگی ماست و بعد از چند سال دو شب است که دارم روی تشک میخوابم، عاشق شدم. حیدر چشمانش برق زد. برادر عاشق کی شدی؟ چرا ناراحتی؟ داریم خانه میخریم، مغازه میخریم، خب بقیه را هم درست میکنیم. میترسی کسی ببرتش؟ گفتم شاید. آخر تا وضعمون درست نشده که نمیتوانیم جلو بریم و حرفی بزنیم. گفت اونم تو رو دوست داره؟ گفتم نمیدونم. آخه کیه؟ گفتم حیدر جان بذار تو دل خودم باشه، سر به سرم نذار. و او به فکر فرو رفت. دوتا چایی خوردم و خوابیدم. حیدر گفت داداش شام نخوردی؟ گفتم میل ندارم. یک مرتبه حیدر از جا پرید، گفت فهمیدم کیه، داشت خوابم میرفت، از جا پریدم. حیدر دیوونه شدی؟ داشتم میخوابیدم. گفت داداش فهمیدم عاشق کی شدی، من درست میکنم کارت رو، تو نگران نباش. تو چی میگی؟ آره اون دختره صاحب خونه. بلند شدم نشستم. گفتم داداشم آره همون دختره، فاتی اسمشه، فاتی. گفت داداش اون که قصه نداره، ما داریم خونه با اون قشنگی میخریم، بقیهش با من میرم بهش میگم. تو دوستش داری؟ عاشقش شدی؟ اگه اونم تو رو بخواد خب صبر میکنه، بهش میگم ما خونه قشنگ خریدیم، مغازه خریدیم، معلومه که قبول میکنه. گفتم حیدر اگر باباش تو رو ببینه از اینجا بیرونمون میکنه. گفت خب ما که جا داریم. اصلا داداش تو مغازه یه قفسه میزنم که خودم هم توش قایم بشم، اون وقت رخت خوابامونو میذاریم که کسی نبینه. دیدم حیدر بد جوری تحت تاثیر قرار گرفته، خوابیدم و پتو را روی سرم کشیدم. اونم دیگه سر صدا نکرد. صبح ساعتمون زنگ زد. برای اولین بار با صدای زنگ ساعت بیدار شدیم. ساعت 7 صبح بود. برخاستیم. دیگه باید تنبلی را کنار می‌گذاشتیم. تا آب جوش بیاد، حیدر بدو بدو رفت نان تازه با پنیر خرید. چند تا هم تخم مرغ. گفت هوا خنک شده، تخم مرغ خراب نمیشه. بذاریم شب که میاییم بدون شام نمونیم. صبحانه همون نان و پنیر و چای شیرینمان را خوردیم و ساعت 8 صبح در مغازه را باز کردیم. خب دفترها را روی میز گذاشتم و استامپ و خودکار و جاسیگاری باید نزدیک ظهر میرفتم، مهر را میگرفتم. از حیدر پرسیدم فکر میکنی دیگه چی لازم داریم؟ گفت داداش حاجی توی مغازش سماور و قوری و استکان نلبکی داشت، به مشتریانش چای هم میداد. گفتم حالا اول کارهای اصلی را بکنیم. من میرم شهریار مهر را بگیرم. فعلا از مغازه بیرون رفتم، یکم انگور خریدم و بعد مهر را گرفتم. خیلی خوشخط مهر را درست کنده بود. گفتم شما آدم خوشخط میشناسید؟ گفت برای چی؟ گفتم همین که روی شیشه بنویسد آژانس مسکن معاملات خانه آپارتمان زمین، بعد درشت بنویسد اطلس. خندید گفت آره میشناسم. و از مغازه بغلیش مردی را صدا زد. آقا پرویز. جوانی بیرون آمد و جواب داد. گفت ببینین آقا چی میخواد. جوان سلامی کرد و پرسید چه فرمایشی دارید؟
گفتم داداش کار شیشه نویسی دارم. گفت عجله که نداری. گفتم چرا، باید کارم زود راه بیفته. گفت چی میخوای بنویسی؟ من تون تون گفتم و او گفت 100 تومن میشه. گفتم 4 تا کلمه هست دیگه. گفت خب داداشم این 4 تا کلمه رو خودت بنویس. گفتم یه خورده تخفیف بده. آدرس بدم؟ گفت شما 95 تومان بده. گفتم 80 تومان. گفت آخرش 90. آدرس را نوشتم و گفت عصر می آیم. من 2 تا نان سنگک از شهریار خریدم و کمی پنیر. داشتم به طرف سواری های خطی می رفتم که یاد کاسه آش افتادم. چشمم دنبال یک قنادی می گشت که پیدا کردم. اما فکر کردم شکلات بخرم بهتر است. شاید فاتحی یک خورده برای خودش بردارد. 1 کیلو شکلات خریدم و سواری خطی گرفتم و رفتم جلوی مغازه پیاده شدم. حیدر همچنان شیشه های مغازه را تمیز کرده بود که آدم متوجه نمی شد این مغازه اصلا شیشه دارد یا ندارد. حیدر خوشحال آمد جلوی من و گفت داداش قند و چایی خریدم با 1 قوری. گفتم خب با چی آب جوش بیاریم؟ گفت با قهوه خانه آن طرف حرف زدم، به همون آب جوش میده. گاهی یه چیزی بهش میدیم. این قوری را میبرم آب جوش میگیرم. از این چایی هایی که کیسه‌ای هم خریدم، 1 کیسه میندازیم تو قوری چای درست میشه. ما باید به مشتری ها احترام بذاریم که کارشان را به ما بدهند. دیدم حیدر داره خوب کار میکنه. 2 تا کاسه شیشه‌ای کوچولو برای قند خریده بود. تو یکی قند ریخته بود، من هم 1 مشت شکلات در کاسه دیگر ریختم. گفتم اگر کسی آمد که با ما آشنا شود یا معامله کند بهش شکلات تعارف کن. شیشه ها را هم عصر می آیند می نویسند. حالا یه جوری این انگور را به شور نهار بخوریم. او زیر دستشویی که در توالت بود انگورها را شست و روی 1 روزنامه گذاشت و آورد. آن روز نهار نان و پنیر و انگور خوردیم. خیلی هم بهمون چسبید. احساس سبکی می کردیم. چقدر خوب است که انسان احساس داشتن سر و سامان بکند. این یعنی امید، قلب محکم. حالا فاتی خانم بیاد اینجا چه خواهد کرد؟ پایان قسمت 8.